چه کسی حتی اگر تو خودت کاری به کسی نکردی حتی خودت خبر نداری خود خودت کاری نکردی ولی خبر داری که یکی از دست تو ناراحته تو وظیفه داری بری طرف اون پس مسئله نیست که خیلی میگن که خب من که به طرفی من که به اون طرف کاری نکردم اگر اون با من مشکل داره اون باید بیاد به من بگه مشکلش چیه ولی دقیقا انجیل متا میگه نه اگر تو شنیدی یکی با تو مشکل داره تو باید قدم برداری یعنی کتاب مقدس هیچ وقت به ما اجازه نمیده که ما بشینیم و بگیم که یکی دیگه باید قدم اولو برداره کتاب مقدس ایمانداران به مسیح رو همیشه تشویق میکنه که تو همیشه تو زندگی قدم اول برای صلح و آشتی بردار و منتظر نشین تا کس دیگه بیاد جلو و نمیگه که اگر شکایتش از تو بجا باشه تو برو دنبالش چه شکایتش بجا باشه چه نباشه ما وظیفه داریم ایزان تو زندگی قدم اول و واسه صلح و آشتی برداریم میدونم این از اون تعالیمه که بارها بارها تو زندگی خودم من اجرا نکردم این رو به عنوان افتخار نمیگم این رو به عنوان اعتراف و توبه دارم این رو میگم ولی اینکه باید بدونیم که خیلی وقتا به خاطر غرورمون به خاطر نفسمون به خاطر آبرومون میگیم نه من قدم اول و بر نمیدارم ولی عیسی مسیح میگه که اگر بدی دیدی تو برو به اون برادر که در گناه بگو تو متا فصل 18 و میگه حتی اگر یکی دیگه از تو شکایتی داره دوباره وظیفه توی که قدم اول رو برداری البته بعضی وقتا همونطوری که گفتیم قدم اول در مشکلات روابطمون باید این باشه که سعی کنیم بگذریم این رو هفته های پیش درباره صحبت کردیم گذشت از گناه های از مسائل کوچیک سوء تفاهم های کوچیک اشتباهات کوچیک خیلی بیشتره خیلی مهمتره خیلی زیباتره خیلی پرفیستره ولی وقتی گناهی هست تو زندگی کسی که باعث بی احترامی نام خدا میشه باعث می شده که رابطه شما با اون شخص خراب بشه باعث شده که آزارش به دیگران برسه باعث شده که آزار گناه اون شخص به خودش برسه مثل اینکه یکی یه متادی پیدا کنه یه کاری بکنه که میدونی که واسه خودش بده اون موقع دیگه نباید بی خیالی رد شد اون موقع باید با اون شخص روبرو شد کتاب مقدس خیلی زیبا آیات زیبایی داره میگه که به خصوص تو امثال امثال فصل 27 خیلی نکته جالبی هست البته آیات خیلی زیادیه که چقدر مهمه یک دوست روبرو رو بشه و حقیقت رو بگه هرچقدر هر چقدر که حقیقت تلخ باشه شنیدنش بعضی وقتا ولی امثال فصل 27 آیات پنج و شیش رو میخوام با هم نگاه بکنیم نویسنده میگه که سرزنش آشکار از محبت پنهان بهتر است زخم دوست بهتر از بوسه دشمن است پس سرزنش آشکار از محبت پنهان بهتر است زخم دوست بهتر از بوسه دشمن است پس خیلی مهمه که اگر ما واقعا کسی رو دوست داریم باش رو به رو بشیم یه آیه خیلی مهم دیگه هم تو این درس میخوام مطرح بکنه امیدوارم که این هم یکی از اون آیه های کلیدی زندگی ما باشه غلاطیان فصل 6 از آیه یک میخونم عزیزان ای برادران اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود شما که روحانی هستید او را با روح فروتنی به راه راست آورید اما مواظب به خود باشید مبادا شما نیز دست خوش, دست خوش, دست وسوسه شوید پس ما مسئولیت داریم که اگر میبینیم کسی تو گناه هست بریم و با فروتنی باش رو وقتی که چوب از چشم خودمون در آوردیم میتونیم حالا بریم و خار رو یا پر کاه رو از چشم برادرمون و خواهرمون در بیاریم نباید بگیم که نه به من ربطی نداره و این مشکل من نیست حالا اینکه چطوری با اون شخص باید برخورد بکنیم میخوام در این چند دقیقه آخر با هم صحبت کنیم وقتی که انجیل متا میگه که برو به برادرت انجیل متا فصل 18 آیه 15 کلمه یونانی که استفاده میکنه برای برو کلمه برویه که باید بارها انجام بدی فقط مسئله نیست که یه بار برو نشود پس دیگه بگو خب دیگه من من متا 18 رو انجام دادم دیگه به من ربطی نداره نه فقط صحبت یه بار رفتن نیست پس وقتی که میخوای با یکی برخورد کنی با گناه یه عزیز روبرو با مشکلی که پیش اومده در رابطتون روبرو بشی نکته اولی که به یاد داشته باش اینه که باید بری دائم برگردی نه فقط یه بار و به با عنوان یه کلمه انگلیسی هست میگه tentatively یعنی یه آزمایشی برو خیلی همچین محکم دفعه اول نرو جلو خیلی همچین با چکش و نمیدونم چماق دفعه اول نرو با آرامش برو با با ملایمت برو با فروتنی برو،, برو برو اصلا ببین که خود اون برادر در چه حاله شاید خود اون منتظره که یکی بیاد و اون رو بکشه بالا شاید دیدی که نه قلبش خیلی هنوز سفت و سخته باید یه مقدار واسداد شاید دیدی که الان وقت خوبی نیست پس وقتی که میری به, به سوی برادرت برو ولی سعی کن که با لطافت و چند بار بری و این پذیر باشی در برخوردت با اون شخص و قبل از اینکه این کارم بکنی گفتیم که بارها بارها که تو چش خودت اول ببین که تو چش خودت چوبی نیست گناه های خودت رو اعتراف کردی خیلی وقتا عزیزان وقتی ما با یک دل باز میریم و خودمون اعتراف میکنیم که اشتباه ما چی بوده خیلی وقتا برادر و خواهرمونم با اسم میشه که اونم اعتراف کنه و به راحتی توبه بکنه از کاری که کرده بعضی وقتا شاید وقتی واقعا فکر کردی نسبت به قضیه دیدی که اصلا ارزش نداره و من میتونم بگذرم بعضی وقتا وقتی که با یکی روبرو شدی و دیدی که طرف یه مقدار اقرار کرد به اشتباهش میتونی رو, اشتب... رو, اون اعترافش جلوتر بری مثلا میری با یکی روبرو میشی و میگه که آره من میدونم دیروز به تو داد زدم تو کلیسا و ناراحتت کردم ولی میبینی که نه طرف همچین جدی نگرفته کارشو میتونی بگی خیلی ممنونم که داری این رو میگی ولی آیا میدونی که چقدر من رو تو خورد کردی دیروز جلوی دوستام یعنی طرف یه مقدار اعتراف میکنه ولی میبینی که از طلب بخشش نمیخواد بکنه زیاد دوزاریش نیفتاده که اشتباهش چقدر بزرگ بوده میتونی از همون اعترافش استفاده بکنی و بگی که مرسی که اقلا این رو میدونی ولی میخوام یه مقدار بیشتر بهت بگم که چقدر من ناراحت هستم یا میتونی ازش بپرسی که مرسی که این رو میگی آیا میدونی که اشتباه کارت کجا بودش یعنی سعی میکنی که به طرف گوشزد کنی طرف خودش بفهمه و خودش قدم های بعدی رو با تو برداره در اعتراف و توبه و طلب بخشش بعضی وقتا شاید وقتی رفتی جلو ببینی که نه الان وقت خوبی نیست الان طرف اصلا خسته است الان اصلا طرف فکرش یه جاهای دیگه است الان اصلا خودتون وقت ندارید الان دو دقیقه دیگه طرف باید بره سر کار تو بخوای یه موضوعی رو باز کنی اصلا الان وقتش نیست تو یه زندگی خانوادگی خیلی وقتا تو زندگی خودم خانومم خانومم با من مشکلی داره موقع مطرح میکنه که ما میخوایم بریم بخوابیم میگم ای بابا ما که این همه وقت داشتیم چرا حالا داری میگی من که باید بخوابم فردا صبح زود بیدار شم. خیلی پس باید ببینیم که آیا وقتش به آیا محلی که میخوایم انتخاب بکنیم محل خوبی برای صحبتی که میخوایم بکنیم و آیا حساسیت داریم نشون میدیم به اینکه هدف که اومدیم به سوی این برادر و خواهر کوبوندن نیست کنف کردن نیست محکوم کردن نیست با این هدف اومدیم با این خواسته اومدیم که قلبمون رو بهش نشون بدیم که شکسته بهش نشون بدیم که رابطه اونطوری که قبلا بود نیست بهش نشون بدیم که جلال خدا شهرت مسیح اینجا در خطره به خاطر اینکه رابطه ای ما سرد شده بهش نشون بدیم که خود ما آگاه هستیم از اشتباهاتی که کردیم و با یک دست و دل باز به سوی این برادر و خواهر بیاییم که دوباره اون رو دریابیم دوباره دوستیمون رو مشارکتمون رو رابطمون رو با هم دیگه پس دوباره میخوام این آیه رو یادآوری کنم برای هممون ای برادران قلاتیان فصل 6 آیه یک اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود شما که روحانی هستید او را با روح فروتنی به راه راست آورید باید مواظب باشیم عزیزان که با روح فروتنی قدم برمیداریم به سوی برادر و خواهرم. هدف صلح هدف شفاست هدف بخشش هدف اتحاد کلیسای ایسای مسیح چون از این طریق دنیا میبینه که ما هم انسان هستیم ما هم مشکل پیش میاد با سمون ولی بلدیم با فیض و محبت مسئله را حل کنیم صحبتمون رو که چطوری با خوار چشم برادر و خواهرمون رو به رو بشیم در جلسه آینده افعال دیگه این صحبت رو با هم ادامه تا هفته آینده خدا نگهدار